سلام بچه‌ها وقتتون بخیر اسم من پیمان خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی لغت دیگه امروز میخوایم از کتاب vocabulary in use یه درس یاد بگیریم راجع به natural world خب تو این درس ما راجب به گیاهان و گلا یه سری لغت یاد میگیریم لغت ها خیلی کاربردی هم لغت یاد میگیریم هم قسمت آخر یه سری کالوکیشن ها هم یاد میگیریم درس سعی کنم کوتاه باشه البته قبل از اینکه بریم سراغش اگه هنوز تو کانال سابسکرایب نکردین پایین دکمه رو بزنید اگه ویدیو رو لایک کنید خیلی بریم سراغ قسمت A Birds and Animals خب پرنده و حیوان ها یه سری لغت یاد بگیریم خیلی جذابن ببینید پرنده نوکش میشه بیک ببینید کشیده بی ایه کشیده بیک بیک میشه نوک پرنده نوکش ببینید بیک بال پرنده میشه ونگ ونگ حالا فرض کنید یه دونه پرش میافته رو زمین دیگه تبدیل میشه feather. فدر این میشه فدر پر پرنده بال پرنده که باش پرواز میکنه وینگ مثلا عقاب هم وینگ داره حالا پرنده تخم میذاره به اون تخماش میگن اگز پس اگ فقط تخم مرغ نیست تخم هر پرنده میتونه اگ باشه پس پرنده که تخم میذاره اون تخماش اگز هستن لونه ای که درست میکنه که توش تخم میذاره کلا آشیانه ای پرنده یا لونه ای پرنده میشه نست نست که میگیم لونه پرنده آشیانه پرنده حتی موش لونه موش هم میشه نست و این فعل هم هست بچه فعلش هم میشه همون نست مثلا میخوام بگیم اردک ها دارن کنار رودخونه لونه درست میکنن آشیانه درست میکنن میگیم the ducks ducks یعنی اردک ها are nesting are nesting. nest میگیم نست چی شده؟ فعل شده the ducks are nesting by the river این هم از این قضیه بریم سراغ این گربه که اینجاست به سیبیل های گربه میگیم ویسکرز نمیگیم ماستش ماستش مال آدم ها. سیبیل آدم میشه ماستش ولی سیبیل گربه و یا حیوانای مثل گربه که سیبیل دارن میشه whiskers موهایی که روی صورتشون در میاد پوست حیوان ها پوست حیوان مثلا پوست گربه پوست سگ اینا میدید دست میزنی نرمه موی حیوان رو میگیم فر به اون جنس موش میگیم فر پنجه حیوانای مثل گربه میشه پا ولی برای مثلا اسب دیگه پا نیست این پ... برای گربه میگیم پنجه ولی اسب سم داره که حالا بهش میرسیم حالا های گربه چی میشه های گربه و البته حیوانای مثل گربه میشه کلاز کلاز یعنی های ناخن‌های حیوانای مثل گربه کلاز و پنجه گربه میشه پا اوکی بریم سراغ اسب خب اسب یال داره دیگه یالش میشه مین شیر هم یال داره یال شیر هم میشه مین مین پس یال شیر یال اسب سم که هم برای گاو هم برای اسب و بقیه حیوان هم دارن میشه هف که اگه بخوایم جمعش ببندیم اف رو حذف میکنیم میگیم وی ای اس هفز اوکی ولی خود یه دونه سم سم اسب میشه هف دوم اسب چی میشه میشه تیل تیل میشه دوم اسب و یا حیوانایی که دوم دارن گاو هم دوم داره میشه تیل شاخ گاو رو میگیم هورنز البته دو تا شاخ داره میگیم هورنز ولی گوزن حالا هورن داره ولی هورنش یه اسم دیگه داره به شاخ گوز میگیم انتلر انتلر میشه شاخ گوز پس این ها بیک نوک پرنده وینگ، بال پرنده اگز تخماش نست آشیونه و لونش پرش میشه فدر پا میشه پنجه کلاز میشه ناخونه گربه فر موی برخی حیوانات جنس پوستشون و ویسکرز میشه سیبیل گربه و حیوان های شبیه این. مین میشه یال، هف، سوم، تیل، دوم، هورنز میشه شاخ ها. حالا این از قسمت بردز و انیمالز بریم سراغ فلورز اند تریز. خب اینجا یک دونه گل گذاشته یک دونه درخت. بریم سراغ گل. خب گل از پایین شروع میکنیم. ساقه ی گل میشه ستم. ستم میشه ساقه گل. خب همجور بیاییم بالا. به برگ میگیم لیف لیف هم به برگ گل گفته میشه هم به برگ درخت که اینجا جمع برگ رو نوشته خب لیف میشه برگ این رو میبینید یه خار کوچیک اینجا هست اینجا به این علامت زده نوشته ثورن پس ثورن میشه خار خار گل رو میگیم ثورن باد که در اینجا آورده شده یعنی جوانه و قنچه باد اینجا نوشته پتلز ببینید تلفظ آمریکاییش اینجوریه بریتیشش uh, میشه petals. ولی تو امریکن میگیم petals. اوکی؟ okay. petals میشه چی؟ میشه گلبرگ. گلبرگ های گل رو میگیم petals. و pollen, pollen رو اینجا نه تشخیص میدید یا نه؟ یه خورده براتون زوم بکنم. ببینید به این تیکه میگن pollen یا گرده گل. میشه pollen. پس یه بار دیگه گل رو بررسی کنیم. petals میشه گلبرگ, pollen گرده گل. که البته گرده گل رو زنبورا چیکار میکنن کلکت میکنن باد میشه جوانه و قنچه ثورن میشه خار گل لیف میشه برگ و ستم میشه ساقه بریم سراغ درخت خب درخت ریشه داره بچه ریشه کلا میشه روت حتی تو ریاضیات هم که ما ریشه میخونیم میگه اونجا هم میگه روت اونجا هم یعنی ریشه حتی فعلا هم هست میگیم این مسئله در فلان چیز ریشه دارد اونجا هم میگیم it is rooted. rooted شکل پاسپورت سیپل روت هست اگه بخوایم فعل بگیم ریشه دارد میگیم it is rooted یعنی این ریشه دارد in something مثلا در یک چیزی خب roots میشه ریشه های یک درخت تنه درخت میشه trunk trunk میشه تنه درخت گل ساقه داره که میشه stem ولی درخت تنه داره میشه trunk bark و به پوست درخت گفته میشه که اینجوری است مثلا این رو ببینید این bark درخته یعنی میگن bark اینم از bark و ترانک هم که تنه بود تویگ میشه چی؟ میشه ترکه یا شاخه کوچکی از درخت که حالا معمولا جمع میکنن باش آتیش درست کنن که برگ هم نداره ببینید خیلی نازک باری که شاخه کوچک یا ترکه بهش میگن تویگ باو باو میشه یک شاخه بلند از درخت میگیم باو a large branch of, a tree خود برانچ میشه شاخه ولی باو هم میشه گفت باو میشه شاخه بلند Branch هم یعنی شاخه که اینجا برای درخت استفاده شده leaves جمع leaf هستش leaf برگ leaves برگ ها برگ های درخت بریم سراغ قسمت C که چند تا حیوان رو میخوایم اسمشون رو یاد بگیریم here are the English names of some creatures that you may not know میگه اینا رو ممکنه ندونید ولی من فکر کنم اینا رو میدونید همه رو خب قورباغه که میشه فراگ فراگ میشه قورباغه ویل میشه نهنگ بچه این اچه رو با حواسمون باشه بذاریم این اچه رو بعضی ها نمیذارم شارک که میشه کوسه بچ رو که به خاطر کرونا هم باش آشنا هستیم میشه خفاش ورم میشه کرم دیر گوز که البته یه نکته داره هم سنگلر هست هم پلورال هست هم جمعش میشه دیر هم مفردش میشه دیر هم گوز ها هم گوز رو میگیم دیر دیگه S نمیگیره اول میشه جغد فاکس میشه روبا سنیل میشه حلزون کرب میشه خرچنگ پیجن میشه کبوتر پیکاک میشه تاووس و سیل میشه فوک یا خوک دریایی هم بعضی میگن ولی فوک این هم از اسم چند تا از حیوان ها که اکثرا ساده بودن بریم سراغ قسمت دی که خیلی مهمه این قسمت خیلی مهمه خوب توجه کنید. میخوایم اینجا some verbs and collocations for talking about processes in nature یه سری پروسس فرایند تو طبیعت انجام میشه که میخوایم راجع بهشون صحبت کنیم با یه سری کلمه بلد باشیم مثلا درخت وقتی گل میده درخت وقتی شکوفه میکنه بهش چی میگن؟ flowers یعنی گل میده درخت سیب ما گل میده flowers اینجا فعله توی ماه آوریل flowers میکنه گل میده یا میتونیم بگیم بلاسمز بلاسم یعنی شکوفه خودش ولی به معنای فعل هم از وقت میگیم بلاسمز یعنی شکوفه میده این خیلی مهمه اولا بچه ها. گل چیدن دیگه گل رو زمین نیفتاده که شما بچینیدش یا از یه جایی نیفتاده گل همونجا رشد کرده شما پکش میکنید پک میچینین اون رو با پک آپ فرق داره وقتی یه چیزی میفته از این ارتفاع یا از سر جای اصلیش میفته یه جای دیگه شما اونو برمیدارید اون میشه پک آپ ولی وقتی پک میکنید یعنی میچینید یه چیزی رو اصلا جاش همونجاست شما پکش میکنید بلندش میکنید میگیرین میچینینش اوکی پس برای چیدن گل میگیم پک نمیگیم پک آپ These birds lay their eggs on the ground lay eggs یعنی تخم گذاشتن تخمشون رو اونجا روی زمین میذارن پس میگیم lay their eggs تخم... تخمشون رو میذارن تخم گذاشتن پس با فعل یا با چی کالوکیت میشه با lay گذاشتن تخ گذاشتن میشه lay eggs این پرنده ها تخمشون رو روی زمین میذارن these birds lay their eggs on the ground bees collect که بهتون گفتم pollen میشه گرده ی گل گفتم زنبورا اون رو collect میکنن پس میگم bees collect pollen from flowers to make honey زنبورا پالن رو گرده گل رو جمعوری میکنن از گل ها from flowers که اصل درست کنن تو make honey خب توی این یکی قسمت گفته بعضی از افعال میتونن این باشن که تو فارسی بهش میگیم لازم فلای لازم و یا میتونن transitive باشن که ما بهش میگیم متعدی خب این یا لازم یعنی چی؟ یعنی object نداره یا نمیخواد مثلا نیاز نداره مثلا این گلا رشد میکنن رو میگیم these flowers grow خود این گلا روش میکنن نمیگیم grow something grow somebody هیچ اصلا grow بعدش object نمیاد. ولی اگه بگیم we grow some tomatoes ما مقداری گوجه پرورش میدیم خب ما داریم اونا رو پرورش میدیم اینجا بعد از grow یا که اینجا گذشتش رو آورده grew آورده بعدش ما tomatoes آوردیم some tomatoes این object داره پس به میگیم transitive به اینی که object نداره میگیم intransitive این از معنی transitive و intransitive این میشه رشد کردن این میشه پرورش دادن و رشد دادن یعنی این گلا خیلی سریع رشد میکنن ولی وقتی میگیم we grew some tomatoes in our garden last year یعنی ما پرورش دادیم نمیگیم ما رشد کردیم ما توی باغمون سال گذشته مقداری گوجه پرورش دادیم some tomatoes these animals breed in the spring بچه اینجا breed یعنی چی؟ یعنی تولید مثل میکنن بچه به دنیا میارن این حیوانات تو فصل بهار تولید مثل میکنن یا طوله به دنیا میارن برید میکنن ولی اگه بگیم my neighbor breeds Burmese cats and sells them خب Burmese cats یه نوع کت یه نوع نژاده. یعنی همسایه ما برید میکنه اینجا همسایه‌مون تولید مثل نمیکنه که همسایه‌مون باعث میشه اینا تولید مثل کنن برید پس پرورش میده کت های برمیز رو و اونا رو میفروشه and sells them بریم سراغ common mistakes که بهتون گفتم گفتم برای چیدن مثلا گل یا چیدن میوه نمیگیم pick up میگیم پیک چون اونا از جای نیفتادن که همون یا روی درخت یا چسبیده به زمین ما میکنیمش میچینیمش اوکی okay, پس ما میگیم we picked some flowers ولی وقتی میگیم we picked something up یعنی it has fallen یعنی افتاده it has fallen from its normal position از uh, جایگاه از نرمالش افتاده or someone drops it یا یه نفر انداختتش مثلا a woman dropped her purse کیف یه خانمی افتاد پرسش افتاد uh, so I picked it up پس من بلندش کردم چرا گفتم pick up چون از دستش افتاده ما اینجا گفتیم وقتی میفته میگیم pick up یا وقتی که از حالت normal position میفته پایین پس چون پرسش افتاده من pick upش کردم I picked it up که okay, از up استفاده میکنیم And gave it back to her و بهش پسش دادم برش گردوندم بهش خیلی خب این هم از فعل ها و کالوکیشن در مورد دنیای طبیعی نیچر این هم که specific animals بود راجع درخت و فلاور صحبت کردیم راجع به حیوانات birds and animals حیوانات و پرنده ها هم یک سری چیزها گفتیم که البته خیلی لغت در این زمینه وجود داره ولی خب همینا رو هم بدونیم خیلی خیلی عالیه مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین اگر راضی بودین یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و توی کانال سابسکرایب کنید توی جلسات بعدی می‌بینمتون خدا نگهدار